تحقیقات سازمان های محلی ثابت کرده است که از میان 60 مکتب عمومی ناحیه ترپارکر ولایت سندھی پاکستان تنها 7 مؤسسه تعلیم عمومی درهایشان را برای تحصیل دختران باز کردند. من دختران زیادی را دیدم که به آنها گفته شده است با کاری خانه و پختنی غذا مشغول باشند. آنها نمی توانند برای عملی شدن آرزوهایشان مبارزه برند. آنها نمی دانند که حق دارند آرزو کنند. پوشپا خیرتم اولین دختر در آیلهشان است که معلومات میانه کسب کرده است. تحصیل او را پدرش پشتیبانی می کرد ولی بعد از مرگ نابهنگام او پوشپا قریب بود که تحصیل را کاملا بس کند. پدرم میخواست من تحصیل کنم. بعد مرگ او امکم پیشنیاد کرد تحصیل را خاتمه بخشم. او گفت روزی به شوهر میبرایم و معلومات برایم لازم نمیشود. ولی تاکید کردم که پدرم آرزو داشت من طبیب شوم. وقتی معلم با اهل آیلهمون درباره تحصیل با موفقیت من نقل کرد، برادرم اجازه داد که من تحصیل را دوام دهم. هر روز پوشپا 2 کیلومتر را طی نموده در مکتب درس میخواند که هم پسران و هم دختران را قبول دارد. این مکتب در گذشته فقط پسرها را قبول میکرد، ولی سال 2012 معلم محلی سین سمار دخترش در شانه را به صنف ششم شامل نمود. بعد از مدت در شانه را مار گزید و او وفات کرد. پدر به یاد دخترش تصمیم گرفت که تمام دختران محله را با تحصیل فرا گیرد. امروز در این مکتب 300 پسر و 10 دختر علم می آموزند. ما با والدان خبر میدیم که تمام کمک امکان پذیر را برای تحصیل دخترانشون فراهم میاریم. می توانیم گویم که تخمینا 30% دختران این مکتب مسافه 20، 30 و حتی 50 کیلومتر را طی کرده به اینجا می آیند. همین طریق پوشپا و دیگر دختران این مکتب امید دارند که تحصیل را تکمیل کرده با کمک و دستگیری آیله هایشان صاحب معلومات عالی و کسب و جای کار شایسته خواهند شد.